دانشمندان در مرکز پژوهشی کالیستم در شهر لیون فرانسه موفق شدند برای نخستین بار یک سلول اسپرماتوزوئید مصنوعی را در خارج از بدن انسان تولید کنند. نمونه آزمایشگاهی تولید شده یک اسپرماتوزوئید بالغ مصنوعی است که امید باروری مردان عقیم در جهان را زنده کرده است. ماری هلمپرار یکی از سازندگان اسپرم مصنوعی میگوید ابتدا روی یکی از حیوانات که شناخت خوبی از آن داشتیم یعنی موش آزمایش کردیم اسپرماتوزوید موش تولید کردیم و سپس توانستیم همین کار را برای دو موجود زندگی دیگر یعنی میمون و انسان انجام دهیم مردان سالمند یا جوانان بهبود یافته از سرطان که قدرت اسپرم سازی را از دست دادند خواهند توانست از اسپرم مصنوعی استفاده کنند خانم پرار در این زمینه میگوید از این پس حفظ باروری کودکان سرطانی پس از بهبودی آنها امکان پذیر خواهد بود در حال حاضر هرگا پسر جوانی سرطان می گیرد اگر شیمی درمانی شود توانایی تولید اسپرم را از دست می دهد و عقیم می شود دانشمندان ژاپنی در سال 2011 اسپرم مصنوعی موش را در آزمایشگاه تولید کرده بودند اما این نخستین بار است که اسپرم مصنوعی انسان ساخته می شود دانشمندان در نظر دارند در صورت امید بخش بودن آزمایش های پزشکی و با رعایت مسائل حقوقی کار بارورسازی تخمک زنانه با اسپرم مصنوعی را از سال 2017 آغاز کنند